به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیندگان عزیز سلام تقدیم می‌دارم. پروگرام سیما درباره مرض شکر است و هر روز علائم مرض شکر است. خب روز به روز مرض شکر زیاد شده میره و عیسای 2019 است که 463 میلیون کلان ها از سن 20 سالگی تا 79 سالگی اینا به مرض شکر و همی تا 2 سال 3 سال دیگه همی عیسای به 700 میلیون میرسه که به مرض شکر مبتلا شدن. خب میتونه که کلاس فامیلی پایانتر و مدل و ممالک دیولپن کانتری زیادتر به مرض شکر تقریبا 80% مصاب شود که باید درباره مرض شکر ایژوکیشن شود که تا تداوی دوامدار بگیره. خود مرض شکر چیست؟ مرض شکر که خودی پانکراس که در قسمت راست بین میده و جگر قرار داره بیتاسلش انسولین به قدر کافی افراز نمی کنه که با خود گلوکوز خون به طرف سل یا حجره ها ببره و ما گلوکوز خون در خود خون بالا میمونه و سبب مرض شکر میشه که اختلالات زیاد داره. خب شخص که مرض شکر گرفتهش ادرار زیاد میکنه، بسیار پر میخوره، تشنگی احساس میکنه، آب زیاد میخوره و با وجود پرخوری وزن میبازه و علاوه به این که پرخوری زیاد میکنه و اگر شکرش کنترل نشه به اختلالات دچار میشه که اختلالات میتونه در گرده باشه، در چشم باشه، در مفصلا باشه، در نروا یا رشته‌های عصبی باشه و بعضا نمنس در پایا باشه، در چشم باشه که سبب کاتاراکت یا پردی چشم شوه و خود شبکه چشم میتونه که بعض علائم شکر در خود شبکه چشم پیدا شوه که در نهی مکولا هم سبب کوری شده میتونه. خب یک نوع مرض شکر است به نام سنترال دیابتس انسیپیدس می باشه که او هم تشنگی زیاد و ادرار زیاد میده و او نوع مرض شکر از خاطر کمبودی فرقش از مرض شکر دیابتس ملیتس ایست که در سنترال دیابتس انسیپیدس از خاطر لک یا کمبود هورمون وازوپرسین است که توسط هایپوتالاموس او افراز میشه. خب کسایی که برین تومور داره یا کدام ضربی دماغی میبینه یا سرجری میداشته باشه یا توبرکلوز میداشته باشه میدانه که دیابتس انسیپیدس بگیره. خب مرض شکر ضعیفی هم میده، عرق میکنه و سرچرخی هم میده وقتی که گلوکوز خون کم شد یا بالا رفت یا در حالتی که همی خود قند هایپوگلیسیمی یا قند سویش پایان میتونه که ضعف بده و یک تعیج لرزه بده و در حالتی که سوی قند خون بالا میره در این صورت هم میتونه زیاد ادرار کنه، تشنگی داشته باشه، وزنش کم باشه و یک حالت تعادل وجود در مریضی شکر از بین میره. خب یک شکلش که میتونه که مایل باشه یا کم باشه میتونه که این شکلش غیر عرضی باشه، یعنی عرض نده و از این خاطر است که تشخیصش هم میشه که تأخر کنه و اگه تشخیص مرض شکر تأخر کنه و تداوی شروع نشد، تداویش دائمی است و تمام عمر است، اگه باید دوا را اعلان نتن و نزد دکتر خود مراجعه کنن بخاطر که اگر کس تداوی نکنه و شکرش همیشه بالا باشه اختلالات زیاد در گرده، در قلب، در رشته‌های عصبی، در چشم و در تمام اعضای وجود میتونه که اختلالات بده، یعنی اعضای وجود خراب کنه، اتیروسکلروز بده، کلسترول بالا بده. خب اگر مرض شکر بسیار شدید باشه میتونه که سبب اوزماتیک دیوروزیس که یک نوع حالت است که گفتم که ادرار زیاد میکنه و بسیار میخوره و بسیار تشناب میره و همچنان گاهی که بشینه و استاد شود یک سرچرخی برش پیدا میشه و میتونه دیهایدریشن یا آب وجودش کم شود. در این صورت هم ضعیفی می داشته باشه، هم حالت دماغش یا کانسنتریشنش یا تمرکز فکریش خوب کار نمی کنه و در این صورت است که باید در هر صورتی که باید حالات مختلف با وجود بیاید نزد دکتر خود مراجعه کنن برای معاینات خون تا مریضی شکر
تشخیص شود و قند بالا میتونه سبب وزن باختن هم شود و اگر بسیار شدید بالا باشد سبب دلبدی سفراخ شود و یا دید خیره شود و یا اینکه شخص به یک حالتی که به میکروب ها مثلا در فندس ها و پرازیت ها و همچنان در میکروب های مختلف مواجه کنه که وجود قدرت دفاعیش کم میباشد و نمیتونه که دفاع کنه. خب چند نوع مرض شکر است که تایپ 1 و تایپ 2 ایش بسیار معمول است که تایپ 1 ش کمتر از 30 ساله را میگیره که با انسولین ضرورت می داشته باشه و تایپ 2 ش زیادتر از 30 ساله را میگیره. خب تایپ 1 ش میتونه وقتی که سیمپتوماتیک هایپرگلیسیمیا باشه، یعنی وقتی که قند خونش بالا رفت و این اعراض بده که امو اعراضش امو تشنگی زیاد و ادرار زیاد و وزن باختن است. و یک نوش که به این شکل بسیار عاجل است که به نام دیابتیک کتوستوزیس است که دیابتیک کتوستوزیس نو است که این شکل عاجل است و باید به امرجنسی مراجعه کنه. میتونه که بخاطر کمبود انسولین باشه و تایپ 1 ش که زیادتر در جوان ها 30 ساله پایان گفتم براتون پیدا میشه که مثلا میتونم بعض اوقات مثلا سینه بغل انفکشن یا باکتریای یورین همچنان سکتای دماغی و یا پانکراتایتیس که با خودی پانکراس التهاب کنه، اینا میتونه سبب از دیابتیس کتوستوزیس و زیادتر سببش انفکشن باشه. بعض دواها مثلا میتونه که دیابتیس کتوستوزیس که یک نوع عاجلش است که در نوع اول پیدا میشه، کورتیکوستروید استریدا و تا دوای دیوریتیک است یا واتر پل یا ادرار میاره، همچنان سیمپاتومیمیتیک یک خاندانگی دواست، اینا میتونه تنبیه کنه که در اطفال میتونه درد شدید بطن یا شکم بده و فشار خونش میشه پایان یا بالا باشه و سبب دیهایدریشن هم شود. تاو نمیداشته شد اگر تاو موجود بود، یعنی میکروب است و بعضا همی که دیابتیس کتوستوزیس میتونه که به کوما و طرف مرگ بره اگر تداوی نشه و سربرال اودیما در اطفال به 1% میتونه سردردی شدید میتونه. باید اندازه کتون در خون و ادرار باید به خاطر دیابتیس کتوستوزیس معلوم شود و همچنان چست اکسری یا اکسری شش شود و اکسری ECG شود گراف قلب دیده شود. تداوی کتوستوزیس در شفاخانه می باشد، واقعی عاجل است و باید با آب و الکترولایت ها و سودیم پتاسیم یاد داده شود، انسولین از طریق آیوی یا وریدی برش داده شود، بلد اسید لولش باید تعیین شود. خب تشکر، چینل ما را سبسکرایب کنین و پناه حق باشید.